تعدادی از شهرهای فرهنگی و رسانه عراق با مرجعیت شیعه دیدار کردند. سید وادی حمد الحسنی رئیس تحریریه مجله مستقل و فرهنگی برائم المعرفه جوانه های معرفت از شهر مقدس کازمین به همراه تنی چند از اعضای هیئت تحریریه ای این مجله با مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر مقدس قم دیدار کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله عظما شیرازی در این دیدار معظم الله ضمن خوش آمدگویی خطاب به میهمانان خود فرمودند دنیا میدان و عرصه نقش آفرینی و موضعگیری است پیشینیان در زمینه های گوناگون نقش خود را ایفا کردند و امروز ما هستیم و وظایفمان عراق امروز به بسیج فراگیر و همه جانبه نیاز دارد که باید با نقش ها و موضع گیری های متفاوت و البته تنها در چارچوب اهل بیت علیه و سلام در راه اطلاع آن تلاش کرد ایشان ادامه دادند عراق سرزمین اهل بیت علیه و سلام است یعنی سرزمین امیر و سرزمین امام حسین سرزمین امه اطهار علیه السلام سلام و سرزمین سرورمان آقا بقیت الله عجلالا تعالی فرجا و شریف معظم الله افزودند دو مطلب مهم در مورد عراق به نظر می رسد و بدانید خدای متعال در دنیا و آخرت پاداش می دهد و تاریخ در آینده داوری می کند که ممکن است داوری تاریخ به نفع باشد یا به ضرر مطلب اول اینکه باید از حریم اهل بیت علیهم السلام حفاظت و سیانت کرد بدین معنا که باید دستورات اعتقادی اخلاقی و احکامی اهل بیت علیهم السلام را حفظ کرد و از آنها منحرف نشد که این نیاز مبرب امروز عراق است ایشان در مطلب دوم با تاکید بر جوانان در عراق فرمودند این جوانان شیعه عراق هستند که از سوی کمونیست ها بعثی ها و لایک ها هدف قرار گرفتند پس آنان را دریابید خوب بدانید و میدانید که فرهنگ از اهمیتی بالا برخوردار است و البته پرداختن به آن بسیار سخت است پس بکوشید که نقش شما مؤثرتر و پررنگتر و موضعگیریتان بهتر باشد خدای متعال پاداش میدهد و اهل بیت علیهم السلام عهدهدار امر شفاعت هستند و تاریخ داوری خواهد کرد و ما باید مراقب باشیم کاری که رضایت خدای منان و اهل بیت علیه و سلام را از بین میبرد از ما سر نزند مرجالی قدر آیت الله شیرازی مدزلو در پایان از زحمات این هیئت تحریریه تشکر و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند آقای الحسنی رئیس تحریریه مجله برای امال معرفه نیز لوح قدردانی و یک نسخه از مجله یاد شده را به مرجع علی قدر تقدیم کرد.